سلام سامس جان. سلام چطوری؟ خوبی؟ قربونت بشم. منو میبینی؟ آره خیلی میشنوی. هم خیلی اینا رو در نه خیلی هم خوبه، صدا عالیه. اوکی خدا رو شکر و براهی. مرسی، تو خوبی؟ مشتاق دیدار. ده همچنین لانگ تایم خب سامس جان، امروز در خدمت هستیم واسه این که بله. بچه ها وقتی که سر کلاس در واقع میان، اصلا قبل از این که شروع کنن به صحبت، اول این قسمت درگیره. خب درگیره اینه که اون چی فکر میکنه، این چی فکر میکنه، الان من چی بگم. اصلا کلام خارج نمیشه که اصلا غلط باشه یا چه درست باشه. خب منعقد نمیشه و همینجا فقط باقی میمونه. و وقتی بچه ها میگم خب چرا مثلا صحبت نمی کنی، اونا میگه مثلا میترسم از حالا الان جلوی این اشتباه نکنم. و حتی یه موضوع جالب تر که بچه ها توی question box گذاشته بودن اینه که وقتی بچه ها مهاجرت میکنن، از اینکه اشتباه صحبت بکنن، حالا شاید نترسن، ولی از اینکه جلوی یک هموطن صحبت بکنم و اشتباه باشه بیشتر ناراحت میشم و بیشتر از قضاوت شدنه میترسن. میخوام راجع به موضوع صحبت بکنیم و اینکه چه جوری بعد از مهاجرت اون عزت نفسه و اون اعتماد به نفسه رو بتونیم داشته باشیم. مرسی، خیلی ممنون. ممنونم اولا که دعوت کردی که بیام راجع به این ماجرا با هم صحبت کنیم، چون خیلی از کلاینت‌های منم اون روز بهت گفتم همین مشکل رو دارن. این مهاجرت طبیعت و ذات و نیچرش همینه که ما فقط کشورمون عوض نمیشه، محل زندگیمون عوض نمیشه، بلکه خیابونمون عوض میشه، حسمون عوض میشه، روتینمون عوض میشه، بعد گفتارمون عوض میشه. میدونی؟ حتی ما اینجا وقتی با هموطن ایرانیمون هم فارسی صحبت میکنیم، همون جوری صحبت نمیکنیم که قبلا توی ایران صحبت میکنیم. درسته؟ مکالممون بر اساس شرایط عوض میشه. الان سوژه من و تو رو ببین، این چیزی نیستش که ما تو ایران راجع بهش صحبت می‌کردیم. درست؟ یعنی کانسرنمون، فکرمون، نگرانیامون هم عوض میشه. همچنان صدای من خوبه؟ نمیپیچه که. حالا من میخوام بهت بگم که اولین چیز که من همیشه، اولین تمرینی که به کانتر خودم هم میدم، به خصوص راجع به زبان، چون اینو اول ما باید بدونیم که تو تنها نیستی. دوست عزیزی که الان داری به حرف ما گوش میکنی، این یک درد مشترکه. ما حتی اگر که من یک کانت دارم که 13 ساله بوده اومده اینجا، الان 30 خورده سالشه، خب، و همیشه به من میگه که من حرف که میزنم میگن تش اینجا رفته پزشکی خونده فلان دیگه، میدونید دیگه توشی، الان مریض داره میبینه. میگه همیشه به من میگن این ته لهجت یه چیزی داره، با اینکه خیلی هم سعی کرده ها. و من روی پذیرشش اول کار کردم که ببین اول اصلا ما باید یه واقعیتی رو بپذیریم. زبان مادری ما این نیست. زبان مادری هیچ کسی این نیست، مهاجری هر کی زبان دیگه ای داره. واقعیت دوم اینه که مقایسه قاتل اعتماد به نفس و عزت نفس ماست. اصلا نمیذاره، هم که شما میگی اون لحظه‌ای که طرف میخواد حرف بزنه، اون لحظه‌ای که طرف من میخوام یه چیز رو بگم، اینی که همش بکنم الان شری چی میگه، الان شری اکسنت تمنگ میده، الان اینجوری فکر میکنه، اون همون فکر باعث میشه که من نتونم هر آنچه که تو گنجینه لغاتم درست استفاده کنم و من توسط شری چیز نمیشم، قضاوت نمیشم، من خودم دارم اجازه میدم که خودم رو قضاوت کنم. اول ما خودمونیم. آدما انقدر شری جان همونجوری که شما میدونی خودشون فکر و خیال دارن که به ندرت به ما دارم فکر. حالا میگم شاید اون طرف داره میگه به به چقدر تو خوب حرف میزنی، چرا اینجوری فکر میکنی. اون دیگه حالا یه چیز دیگه است. آره اون worst case scenario. ببین من یه چیزی بهت بگم، شاید این کمک کنه به آدمایی که دارن به حرفای ما گوش میکنن. من یه HR، یه ریکروتر، یه کسی که آدم ها رو استخدام میکنه، رو یه مدت طولانی توی یکی از کورپوریشن های بزرگ کانادا کار میکنه. من این خانم رو کوچ میکردم. خب بعد میگفت ببین اولین بعد این خانم اصلا کانادایی یا ایرانی هم، اولین کانسرن خودش و همکارای ریکروترش میدونی چی بود؟ از جلسه اینترویو مصاحبه که میمدن بیرون فکر میکردن که این در مورد من چی فکر کرد. اینا داشتن اونو مصاحبه میکردن و باز میگفتن خراب کردم یا خوب مصاحبه کردم. بعد منش گفتم میدونی
90% کسایی که مهاجرن نگرانن که تو حرفشون نمیفهمی. گفت ببین ما عادت داریم. ما میدونیم تو این مملکت طرف اصلا 100% این سکند لنگویجشه. ما اصلا به این چیزا فکر نمی کنیم. برای من جالبه که اینقدر آدم ها به این چیزا فکر نمی کنیم. یعنی نمیدونی چرا گفتم. فکر میکنم اگه ما بریم یه دفعه جای اون طرف متوجه میشیم که اصلا اونقدر که ما فکر کنیم به ما فکر نمی کنیم. دقیقا. ببین این موضوع پذیرش خیلی خیلی خوب موضوع پذیرش. و ببین چیزی هم که باز بچه تو قسمت question box به من گفتن این بود که یه سری به ما تکنیکای یاد بده. خیلی خوب میدونم که خب خیلی آره. پیشرفت است، ولی یه سری قدم های کوچیک بگو که بچه ها بتونن خودشون انجام بدن. و حالا اگر که راه حل بهتر دیگه داری یا چیز دیگه داری هم به ما معرفی بکن. حتما. ببین اولین چیز اینه که ما باید بپذیریم که هیچ کسی جز خودمون نمیتونه اون دلگرمی که ما میخوایم به ما بده. چقدر شده که مثلا تو برگشتی به شاگردات گفتی بابا تو خیلی داری خوب صحبت میکنی، خیلی بهتر شدی، گفته نه تو داری تعارف میکنی، نمیپذیریم، نمیتونیم درونی کنیم. من تا مادامی که خودم رو نپذیرم هیچ کس دیگه نه منو خواهد پذیرفت. هر چی هم بگی انگار مثلا تابه نچسبم که هیچی بهم نمیچسبه، میدونی؟ خب پس برای اینکه اول اون کارو بکنیم چطور که با یه تمرین شروع کنیم. صبح به صبح که از خواب پا میشیم یه چیزی که احساس میکنیم تو حداقل یه لغت که با خودمون فکر میکنیم، حالا تو قسمت زبان که من تو یه هفته گذشته یاد گرفتم، اون اول به خودم بگم، بگم من امروز اینو یاد گرفتم. اگرم زبان نیست هر چیزی، هر اسکیلی، مهارتی یه قدم بهتر شدم، دارم ساز میزنم دو تا نوت بهتر یاد گرفتم، پیاده روی میکنم 10 قدم بیشتر رفتم، اول اونو به خودم یادآوری کنم. من همیشه میگم اگر که تو بخوای به یه نفر بگی که ببخشید معذرت میخوام، ولی مدلی که ما با خودمون حرف بزنیم، یه خاک تو سر چقدر بیورزه، چقدر بلیاقتی، اون آدم میره یه گوشه توی کنج انفعال و نمیتونه نفس بکشه، نمیتونه پاشه، نمیتونه، نمیگه من پاشم از امروز زندگیمو درست کنم. ها مثل یه بچه‌ای که تازه داره صبح به صبح، اینو فکر کنی یه بچه تادلری نوپاین که تازه میخواد راه بره، اگه قدم اولو برداری بخوری زمین، بعد مادر پدرت میگفتن اه بچه تو رابرو نیستی، تا آخر عمرت قراره 4 دست پا را بری، چه حالی میشد؟ ما تشویق کردیم، گفتی باری کلا یه قدم حتی میافتادن گفتیم آخ خیلی کیوت افتاد آری او رایت پاشو. همونو ما لازم داریم، هممون همونو لازم داریم. اول خودمون با خودمون روا بداریم که پیشرفت استپ بای استپ، قدم به قدم، قدمای کوچولوئه. پس برای اینکه اون باشه اول اونو باید با خودمون بگیم چه جان شما تو کلاس اول از همه مگه اگنالج نمی کنی پیشرفت انسان؟ چرا حتی اصلا از اون اشتباهه من خودم خیلی ذوق میکنم، میگم ای آخ چون اینجا رو نمیدونستم یا خوب شد اشتباه کردم چون یاد گرفتم. آره دقیقاً این قدم دومه. قدم دوم ما اینه که بگیم که حالا این تمرینی که من خیلی به کلاینت ها میدم، وقتی یه اشتباه میکنین بچه ها دیدین حرف میزنین بعد میگیم اه اینجا رو بعد اینجوری میگفتم، بابا همسر من ایرانی نیست، کاناداییه، من هنوز که همزه باش حرف میزنم میگم ای اینو دوباره اشتباه گفتم، بعد میگم سلماز این تمرین منه، من میگم سلماز آه یه چیز جدید برای یاد گرفت، یه تمرین جدید برای بهتر شدن. غلطه چیز دیکته ننوشته رو از توش غلط در نمیارن. پس اگه من خودم رو هی قایم کنم، حرف نزنم، معاشرت نکنم، هی بترسم، هیچ وقت بهتر نمیشم. من زمانی بهتر میشم که یه اشتباه بکنم، از اشتباه درس بگیرم، یه قدم برم جلو، دوباره درس بگیرم، یه قدم دیگه. پس شد دو تا تمرین. آره. قدم اول شد اینکه آدم اول به اون چیزای مثبتی که تا الان انجام داده، پیشرفتایی که کرده، دستاورد نباید چیزی خیلی بزرگ باشه، یه لغت مثلا یه کلمه یاد گرفتی یا با یه نفر صحبت کردی یا یه کار خیلی کوچیک. ما قرار نیست مثلا بمب اتم هر روز اصلا فیلم دیدی یه عبارتی رو که اصلا نمیدونستی چیه، به واسطه دیدن بادی لنگویج و زبان بدن اون هنرپیشه فهمیدی که معنیش چیه. بابا طب. این خیلی چیز بزرگیه، این تو کامپریهنشن کردی، درک مطلب کردی، درسته؟ پس این شد یه دونه چیز، یه قدم جلو. بعد میزنی پشتت، واقعا هم بزنین ها، ببین صفت بگی باریکلا، تپ تپ پشت، دمت گرم، یه قدم به جلو، آفرین. این میشه اولین قدم. خب و قدم دوم چیه؟ قدم دوم اینه که ببین به اشتباه به چشم گناه کبیره نگاه نکن، به اشتباه به چشم جایی نگاه کنیم که میتونیم باهاش پیشرفت کنیم، یه قدم بریم جلوتر. دیدمون رو نسبت به
اشتباه نسبت به لهجه بدبهزت نسبت به غلط املایی برداریم. غلط املایی برای اینه که من یاد بگیرم چجوری بهتر صحبت کنم. و من سلماز که از بچگی فارسی رو یاد گرفتم، تا همین یه دهه گذشته دو دهه گذشتم فقط فارسی صحبت میکردم، بابا جان کامان به خودم باید روا بدارم که من تو فارسی هم غلط حرف میزنم، چه برو به انگلیسی. درست. اشتباه جزئی از زندگی ماست، میدونی؟ برای همینه که تو تستا آره هی باید اینو به خودم بگیم، اگر بچه ها سختتونه به این پذیرش، من حالا امروز از من اینو دارم، من همیشه یه انگشتر دارم که از یه انگشتی به انگشت دیگه میده. خب بعد وقتی که اینجور موقع ها میگم توماس you're good enough، تو خوبی، نگران نباش، اینا همه راه پیش رفته. این نیست که بگی خود شیفته بشی، تا راه خود شیفتگی راه زیاد داری، نگران نباش. بعد میگی که تو خوبی، تو دوست داشتنی، چه با این اشتباه چه بدون این اشتباه. اون لحظه که اون والد سرزنشگر ما چیز شایی جون، من تو پادکستم یه اپیزود تو لام تا کلام یه اپیزود کامل راجع به والد سرزنشگر صحبت کردم، تو خدا اگه نشنیدین برین گوش کنین. چی دارید توش؟ توی این پادکست؟ آره این پادکسته که فایل صوتی که تو همه اپلیکیشن های پادگیر میشه گوش داد، اسمش هست لام تا کلام. الان بیشتر از 120 اپیزود پادکست دارم. حالا راجب اون یکی مطلبه هم صحبت کنم. توی پادکست شما ها میتونید چیزای مختلف داره، ولی این والد سرزنشگر و یه اپیزود هم راجب ایمپاستر سیندروم، سندروم خودویرانگری، این دوتا بزرگترین دشمن خودمون، با این دوتا دشمنای بزرگ خودمون هست. باعث میشیم اون لحظه ای که شری میخواد دستش بزنه پشتش بگه آفرین، میگه نه بابا این همه آگم کردن. مقایسه نکن خود تو با همه جماعت دنیا، تو یونیکی، تو تکی، تو دوست داشتنی هستی. منم پابلیک سپیکر انگیزشی نیستم، من دارم صادقانه بهت میگم این راهیه که من خودم رفتم، به همه تون دارم میگم و دیدم اون جایی که سلف کریتیک و خود تخریبی من میاد سراغم و منو درم میکنه، من آدم توانمندی نیستم، من میرم تو بی‌ارزشی مطلق. اینی که ما اکسنت داریم، اینی که ما لهجه داریم، اینی که با زبانی که تا حالا بهش با چیز نبودیم، مسلط نبودیم، مجبوریم مکالمه کنیم، این خودش به اندازه کافی فشار هست. ما نه خودمون به اون فشار اضافه کنیم. شری جان، من یادم میاد ماه اولی که آمده بودم کانادا با خواهرم اینا رفته بودیم یه باری در یه جایی هم بود که فکر کنم شما ونکوور ندارید، جویز دارید تو ونکوور؟ بله. اولا مهدش این بره، بعد رفته اومد کنترال مهدش تا حالا دعوا نکنید. بعد خلاصه ما رفتیم جویز، بچه جویز یه بار رستوران یه ذره فنسی توری، آدمای خیلی مثلا متفاوت، حداقل اون موقع خاص و متفاوت و اینا، مثلا جای خیلی خوبیه برای اینکه با آدما مکالمه و اینا کنی و ارتباط بزنی. بعد این مردای کانادایی خیلی فنسی پنسی و مرتب و اینا میمدن با ما حرف میزدن، دختر از هر 10 تا لغت ما بی اقرار 6 تاشو میگفت سیگن ووزدارگن. هی ازم میخواستن که من تکرار کنم، من ووزدارگن خیلی بده، من اینجوری بودم خدایا والله دیدم میگم من دیگه چیز دیگه غیر از این بلد نیستم تلفظ دیگه. بعد یه لغت رو 100 دفعه تو دهنم میچرخوندم، بعد بنفش میشدم. بعد یه شب اومدم بچه‌ها، همینی که دارم بهتون میگم، نوشتم من امروز چی یاد گرفتم. امروز یاد گرفتم که اکسنت و لهجه منو اینا خیلی هاشون نمیفهمن. اونا مگه به فارسی صحبت کنم من نمیفهمم. خب این دو طرف هست، مثلا من الان از قضای روزگار تو مملکت اینا. خب بعد اونجا شروع کردم با خودم، گفتم از این به بعد من هر روز یک جمله که با یه مرد صحبت کردم و نفهمیده رو میام انقدر تمرین میکنم، میزدم تو گوگل، اون یاروی گوگل میگفت، میزدم تو چیزای دیکشنری های صوتی، تا یواش 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 انانسیشن دیگه. انانسیشن چی میشه به فارسی؟ طرز تلفظ؟ نه، انانسیشن یعنی مثلا بتونی قشنگ اون کلمات رو بیان بکنی، بیان درست. چون پرونانسیشنش نیست، تلفظش نیست، اونی که چجوری تو دهنشون میچرخونن. بچه ها حتما شری بهتون گفته این فک ما ایرانی ها با فک هر کشور هر زبانی فرق میکنه، فرق میکنه مدل حرف زدن ما، این که خیر رو میتونیم بگیم اینا نمیتونن بگن. خب پس بنابراین ما یه توانایی هایی داریم، از اون طرف به واسطه اون توانایی ها ناخودآگاه در وجودمون یه سری چیزها رو هنوز نمیتونیم خودمون رو تطبیق بدیم.
فقط در صورت اینا رو یاد میگیریم که با خودمون مهربون باشیم. آره. بازم دارم. آره. و عزت نفس ما نکته خوبی بودا. ببین این که اگر متوجه ما نمیشن، خب بازم ببین مثلا چیزی از ما کم نمیشه و این باز همون نکته پذیرشی که گفتیه، یعنی آره. بعد بپذیریم که الان توی کشور انگلیسی زبان زندگی میکنیم و این زبانیه که همه صحبت میکنن دیگه. حالا نمیتونی بگی که تو مگه میتونی صحبت کنی زبان ما رو؟ این نمیخواد شاخشونه بکشی. شاخشونه توی ذهن، توی درون خودت. به جای اون تو اومدی گفتی ببین من به جای اینکه الان برم تو لاک خودم یا بیام بر خودم شاخشونه بکشم یا بیام بر خودم مثلا بیا بر خودم تمرین کنم، تکرار بکنم، بالاخره میرسم بهش. و اون تفکر رو شما اون مثلا 10 سال پیش داشتی، ولی اگه نداشتی تا الان همون جوری همون رو تلقی اصلا نابود جوری. بودم. ببین خیلی وقتا هنوز که هنوز من یه سری چیزا رو که میگم مثلا همسرم ناخودآگاه میگه که تو منظور چی بود. الان دیگه با خودم واقعا اینو میدم که اصلا نمیرم میگم خب مرسی که پرسیدی، بذار یه بار یه جور دیگه بگم. بعد مثلا دارم با پسرم حرف میزنم، یه موقعی به همسرم همیشه میگم اگه من اینجا این لغت رو درست تلفظ نمی‌کنم تو منو کوریکت کن که بعد تصحیح کن که بچه درست یاد بگیره، رایت. یا مثلا شب به شب من کتاب فارسی میخونم، اون کتاب انگلیسی میخونه. میدونی نه به خاطر اینکه من انگلیسیم خوب نیست، برای اینکه من پذیرفتم من نیتیو اینجا نیستم. لهجه من ولی خب آدم میتونه بهتر بشه، بهتر میتونم بشم، ولی اینی که بجنگم جواب نمیده. جواب نمیده بابا دقیقا. ولی مثل رانندگی مثلا نمیتونی بگی خب من تصادف میکنم، خب میتونی بهتر یاد بگی. آره بابا اصلا نمیشه که سر تو خود تصادف. یه چیزی بگم بهت بگم، توی پذیرش خود ما نمیگی من همینم که هستم سینما بدم جلو بشینم عقب، میگم من اینم و این واقعیت قابل کتمان نیست. من چرخ زمان رو به عقب نمیتونم برگردونم برم آلمان به دنیا بیام یا فرانسه به دنیا بیام یا آمریکا. ولی من میتونم از امروز به بعدم رو جوری طراحی کنم و جوری رو خودم کار کنم که اگه 10 سال بعد برگشتم عقب نگاه کردم بگم بابا دانت گرام یا عالم راه اومدی و چقدر خوب رفتی. حالا تو اون قسمتی که اولش گفتیم یه دونه پریز داریم، یه دونه به خودمون چیز دادن داریم که آفرین باریکلا، دوم اینو داریم که اون لحظه که داره میاد، اون چیزای حجمه افکار منفی و اینا، ما بتونیم اون لحظه بدونیم که این طبیعیه، تو حق داری و این اصلا حس خوبی نیست. به عنوان مهاجر قرارم نیست همه چیز تو رو اینا بفهمن، تو قراره هر روز بهتر از روز قبل بشی. و سوم این که هر وقت که یه چیزی بد بهمون میخوره، چون این بزرگترین مشکل آدم هست دیگه، مثلا تو یه جلسه یعنی یه جایی یعنی یه حرفی میزن با احساس کنم آدم ها بهشون اصلا تو تصور کن، من 99% که به قول شما تمسخری وجود نداره، خیلی هم تعریفه، ولی حالا تصور کن یه آدم هایی هم بد برخورد کرده، یه ایرونی هم گفت واه واه لهجه اینو ببین، خب تو اون لحظه دو تا حالت داری، یا بری دوباره تو گوشه انفعال بگی ای بابا نتونستم خراب کردم، یا بگی این میتونه یه خاطره باشه، مثل یه خوردم الان یه تیک شیرینی با خدا بودم، مثل یه دونه مثلا از این شیرینی های توت باشه که با بادوم تلخه، یه گاز میزنی میگی اوه این چقدر تلخه، یا تو همین رو نگه میداری تو ذهنت هی مزه مزه میکنی میگی خاک تو سرم این چقدر تلخه، چقدر تلخه، چقدر تلخه، چقدر تلخه، یا میگی ببین من اینو نمیخوام، بعدی رو برمیدارم رو شیرین ترش کار میکنم، تمرکزم میذارم رو اون، میدونی؟ یعنی اون لحظه‌ای که میخواد چرخه افکار منفی به چرخه، چون اونه که گرفتارم میکنه نشخاره رو، اینم پادکست اپیزود دارم تو پادکست، وقتی میفتی تو نشخاره منفی، اونجایی که باید مچ خودتون رو بگیریم من انتخاب منه که این توتو همجور ادامه بدم بخوردم چینی توتیه تلخو، یا بذارمش کنار برم یه باقلوا بذارم تو دهن. درست. حالا توی این مسیری که بچه‌ها رو کمک می‌کنی، چه دوره‌های کمک کننده به بچه‌ها داری؟ کمک کننده، آره. الان اتفاقا یه دوره آموزشی من دارم به نام خود محکم در 7 قدم که تخصصا کارش روی 7 تا سنگ بنای اصلی عزت نفسه، و کمکی که به آدینس ما میکنه، به آدینس مهاجر، این مال بچه های خارج از ایرانه و تخصصا هم کار میکنه رو همین، روی موانع ارتباطی، روی زبان که وقتی درست نمیتونی صحبت کنی، نمیتونی درست ارتباط بزنی و اینا، هی میخوره به تیکه های مختلف عزت نفست، به خودآگاهیت میخوره، به پذیرشت به خودت میخوره، خود ابرازگری تو نابود میکنه و اینا. این دوره آموزشی کاملا رو اونا کار میکنه. و شاید جان یه چیزی که خیلی تو این دوره من دوست دارم، یه
فایل، یعنی 12 تا 14 تا فایل صوتیه که رو هم 2 ساعت خورده‌ایه و به تازگی یه ورکشیت هم براش طراحی کردیم که اصلا طراحی شده برای آدمایی که ADHD دارن یا حالشون خوش نیست. چون وقتی تو عزت نفست پایینه چه جوری هستی؟ سراسیمه‌ای، حالت خوب نیست، هر تیکه جدید آگاهی که میگیری حالت خراب میشه. خلاصه اونو میگیرن دستشون همجوری پر میکنن میرن جلو تمرین بعدی. تمرین بعدش هم یه چله نشینی داره تاش که تا 40 روز سری تمرینا رو با یه سری ابزاری که اونجا گذاشتیم همه رو با اونا هی تمرین و تمرین و تمرین تمرین کنیم. برای زبان که حرف نداره. و اینکه بزرگترین مشکل ماها اون لحظه ایه که ما یک جمله اشتباه رو میگیم، یک گرامر رو اشتباه به قول شما میگیم، یه لغتی رو اشتباه به کار میبریم، دیگه این میشه یه درل تو مغز من. مگه ولم میکنم قیافه اون آدمی که اینجوری نگاه کرده که این چی گفت؟ من دارم فکر میکنم اون چی گفت. خلاصه خیلی بچه هم همین الان به مسیج دادم برای آدینس شما یه کد تخفیف گذاشتیم، هست شری 15. شری 15 درصد تخفیف داری دیدی حالا؟ ببین 15 درصد تخفیف داری. ببین شما میدونم که برای بچه ها دوره های برای بچه های مهاجر و تو ایران هم داری نه؟ نه نه، فقط برای همین دیگه، فقط آره. بچه هایی که خارج بچه های مهاجرن به خاطر اینکه فرق میکنه دیگه، چون بچه هایی که خارج از کشورن ببین جدیه، میخوان فردا برن سر کار، میخوان مصاحبه آره. داشته بشن و میخوان وقتی انگلیسی بالاخره یا امتحانی دادن آیلتس دادن انگلیسی خوبی دارن، ولی وقتی میاد تو بحث مکالمه و به خصوص ارتباط گیری دیگه اونجا آدم سخت میتونه که یک تاپیکو ببره جلو در خصوص کارش رو، اینا شاید بتونه حرف بزنه، ولی وقتی مثلا حتی خیلی راحت از روی چیز خیلی ساده مثلا آب و هوا اینا دیگه، مثلا میگه من تو آسانسور دیگه وقتی یکی مثلا به من یه چیزی میگه من خود میکنم با من حرف نزنه، مثلا سریع گیر بزنم بره. و ولی خب وقتی که آدم توی یه سری جمع قرار میگیره که شروع کنه از موضوعات مختلف حرف زدن، اون ترسه میریزه. و به نظر من اعتماد به نفس از جایی میاد که آدم میره داخل اون موضوع و شروع میکنه ساختن. من میگه ببین دیدی چیزی نشد، من رفتم یا گرفتم یا هر چیزی، مثلا بالاخره بلد نبودم، هیچی نشد، هیچی نشد. ولی اون تیکه‌ای که شری جان، اون تیکه‌ای که میونه صحبتت، یه چیزی رو می درست انجام میده، مثلا درست صحبت میکنه با تو، شروع میکنه and it's all about practicing همش واجبه. مال اینه که یک بر خودمون انقدر ارزش قائل باشیم که رو خودمون اینوست کنیم. بچا هیچ چیزی برای به مجانی نمیاد. الان یه نفر نوشته it's all about money. ما کار میکنیم که پول در بیاریم. ما تو جامعه ای هستیم که به من یک قلوب آب مجانی نمیدن، ولی ما باید بر خودمون انقدر ارزش قائل باشیم که رو خودمون اینوست کنیم. همه ما هم کردیم، سرمایه گذاری کنیم، درست حرف بزنیم، درست خودمون رو اکسپرس بکنیم. وقتی یکی از ما میخواد، وقتی قراره برای خودمون خرج کنیم، عزت نفس، اعتماد به نفس داشته باشیم که بگیم من دیزرو میکنم، it's about money and I deserve to pay it to get the value, right? بعد اون قسمتی که من تمرین میکنم همینی که شما گفتی، شروع میکنم کلاس رو میگیرم، یه مدت تمرین میکنم، بازخوردش رو میگیرم، مثل بازویه که هی دارم تمرینش میکنم تو جیم، ماسلش رو قوی و قوی تر میکنم، بعد اعتماد به نفسم میره بالا. خب سوالش رو اگر موافقی یه کوچولو وقت داریم یه سوال بچه‌ها، آره آف کورس من الان 5 دقیقه دیگه هم پرسیدم، آره بچه‌ها سوالی دارین الان بپرسین که سوالمانشون اینجا هستن. میگن که اصلا به زیاده، میگن که اگر خودمون ایرادی نگیریم این بندگان خدا اصلا حرف زدن به ما ایراد نمی. آره ما خودمونیم، به خدا ما بزرگترین دوست خود و بزرگترین دشمن خودمون هستیم. آره اصلا به خدا بعضی اصلا متوجه نمیشه، مثلا هم تو دنیای خودشه، مثلا این نیست که نیبایسه مثلا بیکار نیست میبینه تو چی میگی من چی میگم، مثلا حالا بعدش هم به فرض اینه که باشه، مگه من اومدم تو دنیا که همه من تعریف کنم؟ آره. مگه قراره من همه جا بهترین باشم؟ آفرین. من قراره هر روز یه قدم برم جلوتر. دقیقا. مگه بقیه ابعاد زندگی من کامله؟ الان همه چیش خوبه، فقط مثلا چرا به جای ام گفتم ایز؟ آی نو. ببین یه نفرم پرسید که از کجا میشه دوره آموزشی منو ثبت نام کرد. Very good question. روی چیز وبسایتم برقگیر.com. اگه برید تو پیجم تو بایو اولین لینک. آره مرسی مامان جان. مرسی از شما دو تا فرشته، خواهش میکنم فرشته بس. حالا میگن که وقتی حالا که رفتیم تو لاک خودمون چیکار کنیم؟ آروم در لاک رو باز کن بیا بیرون.
چون دست خودت همه چی دست خودت. اسم پادکست لام تا کلام، برین تو پیجام همه چی هست، لام تا کلام. اونا اونجا دیگه محتوای رایگانه، برین هر چقدر میتونین گوش کنین، رو خودتون کار کنین. بچه ها آگاهی و نالج پاور قدرته، ولی به شرط این که تمرینش کنیم و درونیش کنیم. من اگه یه دیکشنری که لغت توی انگلیسی تو مغزم باشه ازشون استفاده نکنم، تمرین نکنم، اون قدرت نیست، نالج نیست. هزار تا دوره برای عزت نفس بگیرم، ولی تمرین، برای همین من چله نشینی گذاشتم تهش. فقط باید تمرین کنیم، وگرنه 100 تا لایو هم بیاین بشینین هیچ کاری بعدش نکنی، اتفاق تو زندگی شما نمیاد. درسته. مثل دهنم. سازه، معلم ساز نوتو میده، بعد شما دارین تو کلاس ها همین اتفاق میفته، بچه ها زومو میزنن میان و بعد میرن، میگن فقط اومدن و رفتن نیست، تو باید بشینی وقتی معلم نیتی بهمون مثلا گیا بین اینجور اشتباه گفتی رو همون یک هفته کار کن. خب آره میگه زورو میزنن میرن، یه جوک دیگه میگم، من نمیدونم این بچه هایی که میرن حالا تو ایران دانشگاه آزاد پول میدن، این مشکلشون چیه که نمیرن سر کلاس؟ یه پولو که داد کلاس آنلاین هم کی داریم میپرسیم؟ من کلاس آنلاین ندارم، من جلسات کوچینگ آنلاین دارم، ولی کلاس آنلاین هم اون دوره ها رو حالا تو جلسه کوچینگ هم ممکنه یه تیکه های اونها کار کنم، ولی اون دوره ها از پیش ثبت شده. حالا شری جون بگیم آره نه آنلاین داریم، دوره هامون همه آنلاینه و اتفاقا توی کلاس زبان باید آنلاین باشی که اون لحظه اون غلط رو بسازه. خب ما اون لحظه بگیم این چه اینجوری گفتی، چه اینجوری گفتی، چه اینجوری گفتی، آن نداریم حتی، ولی منظورم اینه که دقیقا همونجا آن ده سپات بگیم. آره که آن ده سپات اینجا بشه. خب سلماز جون خیلی ممنونم ازت که ممنون با ما و مهمون پیج من بودی و اینکه حالا برای بچه ها هم پادکست تو استوری میکنیم. مرسی. همه اطلاعاتی که اینجا با هم بودیم یه خلاصه با هم میذارم برای بچه ها که اگرم نبودن لایو هم سیف میشه. خیلی ممنونم از هر روز خوبی از تو شما، تو هم روز خوبی داشته باشی، سال معرکه هممون داشته باشیم و تا یه دو دیدار دیگه. مواظب خودت باش. خدا خیلی ممنون، خوشحال شدم میوزم خورم بشم بچه ها. مرسی که با من همون بودیم، با من و سلماز. خدا حافظ همه گیتون.